سرخط خبرها. وزیر خارجه ترکیه: برای تامین وحدت در افغانستان باید دولت فراگیر تشکیل شود. امریکا پروازهای داخلی از افغانستان را از سر می‌گیرد. یک مترجم در کابل ترو شد. یک عضو پیشین شورای ولایتی خور ترو شد. برگزاری تمرینات نظامی از سوی پیمان امنیت جمعی در نزدیکی مرز افغانستان. و طالبان برای مرزهای بدخشان نیز قطعه ضربتی ایجاد کرده. باید خدا به یکی زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. وزیر خارجه ترکیه: برای تامین وحدت در افغانستان باید دولت فراگیر تشکیل شود. وزیر خارجه ترکیه میگوید در دیدار با ایالات طالبان تاکید کرده است که برای تامین وحدت در افغانستان باید دولت فراگیر تشکیل شود. ایالات طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان پنجشنبه 22 میزان با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده است. با گزارش آنتولی، وزیر خارجه ترکیه گفته است که در دیدار با ایالات طالبان اعلام کرده که اگر مهاجران افغان بخواهند به کشور خود بازگردند، ترکیه هر حمایت لازم باشد انجام خواهند داد. و گفته او در مذاکره ایالات دولت ترکیه با طالبان در مورد کمک های بشردوستانه و ادامه سرمایه گذاری آن کشور در افغانستان نیز گفتگو شده است. وزیر خارجه ترکیه گفته است در دیدار با طالبان توصیه های ما در خصوص تحصیل دختران و اشتغال زنان بار دیگر به اشتراک گذاشتیم. او بیان کرده که در دیدار با طالبان بار دیگر تاکید کردیم که برای تامین وحدت در افغانستان باید دولت فراگیر تشکیل شود. طالبان در حال حاضر دولت را تشکیل داده که تمامی اعضای آن افراد با عناوین ملا، قاری، مولوی و آخن است و عمدتاً پشتون هستند. ترکیب این دولت واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته است. تا اکنون هیچ کشور دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. تشکیل دولت فراگیر یکی از شروط کشورها برای شناسایی طالبان است. امریکا پروازهای تخلیه از افغانستان را سر می گیرد. وال استریت جورنال به نقل از مقام وزارت خارجه امریکا گزارش داد که ایالات متحده امریکا پروازهای تخلیه از افغانستان را قبل از ختم سال جاری از سر می گیرد. هیچ تاریخ مشخص برای از سرگیری پروازها تعیین نشده است. دولت جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفته است که اولویت اصلی این کشور بازگرداندن امریکایی ها، انتقال دارندگان گرین کارت و همکاران افغان نظامیان امریکایی است. عملیات تخلیه امریکا به تاریخ 15 اگست پایان یافت. با ختم این عملیات شمار شهروندان امریکایی و صدها همکار افغان نظامیان خارجی در افغانستان باقی ماندند. یک مترجم در کابل ترور شد. افغان مترجم که باید به هالند منتقل می شد در کابل ترور گردید. به گزارش اسپوتنیک، کانال تلویزیونی هالند به نقل از خانواده و منابع قربانی در دولت هالند خبر داده است که یک مترجم افغان که هنوز به هالند منتقل نشده بود در کابل کشته شد. گفته می شود که این مترجم افغان روز چهارشنبه در کابل کشته شده است. او برای ماموریت پلیس اروپایی در افغانستان که هالند در آن شرکت داشت کار می کرد. بنابراین در لیست تخلیه هالند قرار داشت که در نزدیکی ها باید به هالند انتقال می گردید. با گفته اعضای خانواده متوفی، نماینده جنبش طالبان به منزل که مترجم در آنجا بود و باش داشت آمدند و از او خواست هویت خود را بگوید. پس از آن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بستگان متوفی گزارش دادند که این مرد به دلیل ترس از جان شب را در مکانهای مختلف میگذراند. در همین حال همان طور که این تلویزیون اشاره کرده است، با سختی می توان تایید کرد که قتل توسط طالبان صورت گرفته باشد. یک عضو پیشین شورای ولایتی خور ترور شد. منابع خبری از ترور یک عضو پیشین شورای ولایتی خور خبر داده است. با گزارش خبرنگاران محلی، مون احمد عضو پیشین شورای ولایتی خور بعد از ظهر امروز پنجشنبه 22 میزان در ولسوالی دولتیار در یک حمله مسلحانه کشته شده است. و گفته این منابع در این حمله برادرزاده آقای احمد که همراهش بود نیز کشته شده است. مسئولان محلی طالبان تا اکنون در این زمینه چیزی نگفتند. ترورهای هدفمند همانند گذشته همچنان ادامه دارد. این در حال است که طالبان میگویند متحد به تامین امنیت هستند.
برگزاری تمرینات نظامی از سوی پیمان امنیت جمعی در نزدیکی افغانستان. پیمان امنیت جمعی از 5000 نظامی دعوت کرده است تا در تمرینات نظامی در تاجیکستان اشتراک کند. با گزارش اسپوتنیک، رئیس ستاد مشترک نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که هفته آینده پیش از 5000 نفر در رزمایش نظامی تحت عنوان رزمایش برادری سال 2021 که در تاجیکستان برگزار می شود با 700 واحد تسلیحات اشتراک می کنند. رئیس ستاد در یک جلسه توجیهی به خبرنگاران گفت تعداد نظامیان که در این رزمایش به عنوان بخش از نیروهای سازمان امنیت جمعی شرکت خواهند کرد با 5000 نفر می رسد و نیز 700 واسطه تسهیلاتی به کار گرفته خواهد شد. گفته شده است که در این رزمایش تجهیزات چون 650 موتر زرهی، 20 جنگنده از جمله S-24، پیش از 20 هلیکوپتر و همچنین 15 تیاره بی‌سرنشین با تغییرات و اهداف مختلف است. و ای خاطر نشان کرد که در این رزمایش از 6 کشور عضو این سازمان اشتراک خواهند داشت. در حال حاضر نیروهای نظامی در حال انتقال به قلمرو تاجیکستان به مناطق آموزشی هستند. طالبان برای مرزهای بدخشان قطعه ضربتی ایجاد کرد. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که نیروهای قطعه ضربتی پیش از 2 ماه آموزش دیدند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور هستند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوز، طالبان یک قطعه ضربتی را برای تامین امنیت مردم و مرزهای کشور در ولایت بدخشان ایجاد کرده است. شمار این نیروها که پیش از 100 تن میرسد با لباس و جنگ‌افزارهای سبک و سنگین پیشرفته نظامی مجهز هستند. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که نیروهای قطعه ضربتی پیش از 2 ماه آموزش دیدند و آماده تامین امنیت مردم و مرزهای کشور هستند. این مقام‌ها هدف از ایجاد این قطعه ضربتی را تامین امنیت مردم و مرزهای افغانستان در این ولایت می‌خوانند. نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان در این باره گفت افغانستان میخواهد یک اردوی مقتدر و منظم مثل دیگر کشورهای دنیا داشته باشد. شیر احمد جواد مسئول امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در بدخشان نیز به تشکیل یک اردوی مقتدر در سطح کشور تاکید کرده است. شیر احمد جواد گفت هر کشور حق دارد که اردوی منظم و قوی داشته باشد و افغانستان هم نیازمند یک اردوی است که از مرزهایشان دفاع کنند. در همین حال باشندگان ولایت بدخشان از ایجاد این قطعه ضربتی استقبال کردند. عبدالبایز حکمی گفت قطعه ضربتی که آموزش دیده هستند می تواند بر تامین امنیت مؤثر باشد. بدخشان در شمال شرق افغانستان یک ولایت سرحدی است که با تاجیکستان مرز مشترک دارد.